بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی نبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین و شاکرین. خواهران برادران بیننده عزیز هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوشحال و خوشوقت هستم هزی که باز هم با ارائه یک برنامه جدید افغانستان در میراق قوادس در خدمت حضور شما هستم از طریق شبکه جهانی فیسبوک. تقریبا حدود یک سال قبل برنامه های افغانستان در میراق قوادس نظر به مشکلات که داشتم و مصروفیت ها برنامه ها را به صورت موقتی به حالت تعلیق در آوردم. حدود یک سال برنامه های زنده و لایف افغانستان در میراق قوادس در شبکه جهانی فیسبوک حضور نداشت، ولی تحولات افغانستان، جریانات سیاسی در افغانستان و مشکلاتی که در جامعه وطن ما و شما افغانستان جریان داره و به حالت بسیار حاد و خطرناک رسیده، ما را مجبور به این ساخت و به اصلاح از روی امو احساس مسئولیتی که در مقابل وطن، خدا و مردم خود داریم تا دوباره با آغاز برنامه های افغانستان در میراق قوادس در برای شبکه فیسبوک و همچنان شاید شبکه های جهانی حضور برای روشنگری، حضور برای در سنگر دفاع از آرمان های مردم افغانستان، دفاع از حقوق و دفاع از حق مظلومیت مردم افغانستان که تلف شده، چی توسط خارجی ها و چی توسط دولتی که امروز به نام دولت وحدت ملی است و متاسفانه قسمی که شما میدانین با تمام مشکلاتی که در جامعه افغانستان جریان داره، دولت فعلی ناکامترین دولت در افغانستان است. بر روی همی احساس مسئولیت به خاطر دفاع از آرمان های مردم افغانستان دوباره برنامه افغانستان در میراق قوادس ما آغاز میکنیم و با ارائه یکی دو برنامه در هفته زنده و لایف خدمت حضور شما خواهیم بود. البته برنامه ها را قسم ترتیب خواهیم کرد که مانند گذشته با صحبت های هموطنان کارشناس و شخصیت های سیاسی و شخصیت های مطرح افغانستان و همچنان کسانی که در قضایای افغانستان آگاهی دارند از طریق تلفن و یا هم شاید برنامه های زنده و لایف از استودیوی دنیا در شهر اسن جرمنی، ما برنامه های افغانستان در میراق قوادس خدمت حضور شما پیشکش کنیم. البته تبصره ها، تحلیل ها، مواقف و تحلیل هایی که در این برنامه صورت میگیره همه و همه مسئولیتش به دوش شخص خود میباشه و که دوستا و همتنانی که میمان برنامه میباشه نظریات خود میگن در چوکات منافع ملی افغانستان، در چوکات ارزش های دینی و ملی افغانستان ما از آرمان های مردم افغانستان دفاع خواهیم کرد و هر کس آزاد است در ارائه نظریات خود و فقط پیش ما امو ارزشی که هست و امو شعاری که در تمام زندگی سیاسی و زندگی انسانی ما بوده و آرمان ما هست و میخوایم تا آخر زندگی با او آرمان صادق بانم، او سه ارزش است که عبارت از خدا، وطن و آزادی است. جایگاه مسائل عقاید دینی ما برای ما بسیار ارزشمند است، همچنان که منافع ملی و منافع عمومی مردم افغانستان پیش ما بسیار بسیار ارزشمند و ارجناک است و ما به دفاع از آرمان کشوری به نام افغانستان همیشه ایستاده هستم و وحدت ملی مردم افغانستان و احترام به عقاید، احترام به ارزش های کلتوری، فرهنگی و ارزش های به اسلام و قومی که در افغانستان هست ما به او سخت احترام دارم و هر قوم افغانستان و هر طبیع افغانستان برادر خود می دانم و همچنان مسائل ارزش های که برای آزادی و برای حریت و برای استقلالیت و برای از اینکه ما افغانستان من حیث یک کشور آزاد، مستقل و خودکفا ببینیم، کشوری که در او دست اشغالگرا، متجاوزین و کشورهای دور نزدیک، کشورهای مداخلگری که سرنوشت ما را متاسفانه در طول سالیان اخیر به بازی گرفتن و با از افغانستان از یک اشغال به اشغال دیگه و از یک تجاوز به تجاوز دیگه کشانیده شد و حضور خارجی ها در افغانستان و کشورهای بیگانه و مداخلاتشان و رقابت‌های سیاسی نظامی از اینا در خاک افغانستان و در این منطقه ما متاسفانه باعث همین بربادی ها، مشکلات، ناهنجاری های جامعه ما هست و امروز افغانستان در بدترین شرایط خود متنای عزیز قرار داره. امروز قلب افغانستان کابل می‌بینید که آماج حملات تروریستی هست.
امنیت در افغانستان در سر تا سر افغانستان مختل شده. مسائل حکومتداری و حاکمیت نظام در افغانستان داره پایان پیدا میکنه. افغانستان در یک بحران شدید قرار داره. افغانستان از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی، اجتماعی و کشمکش ها و مشکلاتی که وجود داره و گسترش سایه جنگی در افغانستان، متاسفانه امنیت فیزیکی و امنیت روحی مردم افغانستان از پیشان گرفته. عملات تروریستی، مداخلات کشورهای دور و نزدیک، جنگ های نیابتی در افغانستان شدت پیدا کرده و حکومت فعلی و زمامداران فعلی، یعنی ناکامترین و از نظر مبارزه با فساد اداری و مبارزه با عواملی که جامعه را به بحران کشیده، از نظر فساد اینا واقعا فاسدترین حکومتمندان یا حکومتداران و دولتمردهایی هستند که در افغانستان تا به امروز ما شاهد از او بودیم. از هر منظری که ببینید دولت فعلی ناکام است. دولت مصلحتی و شرکت سهامی که 3 سال و چند ماه قبل بر اثر میانجیگری و مداخله آقای جانکری به قدرت رسید، بعد از یک انتخابات بسیار ناکام، انتخابات که واقعا باعث سرفکندگی برای همین شرکای قدرت و همچنان برای مردم افغانستان دردسری بود، در 2014 دولتی که به نام وحدت ملی رقم خورد با یک کارخانگی خود هم اینا به اصطلاح موفق نبودند. هیچ تعهد شعار انتخاباتی عملی نشد. در افغانستان در هر سایه‌ای که ببینید حکومت و دولت فعلی ناکام است. کشمکش های درونی از اینا، اختلافات درونی دولت مردان فعلی، مخصوصا در ای اواخر توطئه چینی ها، دسایس و کشمکش های درونی اینا در داخل نظام و خارج از نظام، باعث ازی شده که امید مردم افغانستان از آینده افغانستان تحت حاکمیت و زعامت از اینا و ای که در آینده انتخابات صورت بگیره و مردم افغانستان بتانند از شر از اینا بر اساس رای آزاد و مستقل خود خلاص شوند، این امیدها متاسفانه داره به پایان میرسه و این امیدواری ها از بین میره. راه و چاره که امروز به اصطلاح برای نجات مردم افغانستان از با جستجو شوه، با ارائه برنامه های مختلف افغانستان در میراه خوادث، با صحبت با کارشناسان مختلف در داخل و خارج افغانستان، ما کوشش میکنیم که در خدمت شما باشیم، در خدمت روشنگیری باشیم، در خدمت دفاع از مردم افغانستان و آرمانهایشان باشیم. واقعا برای نجات مردم افغانستان از حالت بورانی و آد و به اسلام و غمبار و غمانگیزی که امروز در افغانستان جریان داره، ما این برنامه در خدمت شما هست. همسنگر مردم افغانستان، همسنگر منافع مردم افغانستان و همسنگر به اسلام و دفاع از آرمانهای پاک و ارزشمند مردم مسلمان و مجاهد افغانستان خواهیم بود. کوشش نایی امی هست که از ورای مطبوعات با استفاده از امی تکنولوژی جدید در هفته های آینده و در روزهای آینده بیشتر و بیشتر با ارائه برنامه های افغانستان در میراق حوادث در سنگر روشنگری باشیم. به هر صورت تا برنامه آینده، تا صحبت آینده، ما شما را به خداوند کریم رحیم سپارم. البته قسمی که گفتم با آوردن میمان های کارشناس و صحبت با شخصیت های سیاسی و شخصیت های سیاسی مستقل و همچنان وابسته به جریان های مختلفی که امروز در قضایای افغانستان رول دارن، چی از دولت مردان کنونی باشه، چی از منتقدینشان و از مخالفین و از هر جریان سیاسی که باشه، ما کوشش میکنیم که برنامه های جالب خدمت حضور شما تقدیم کنیم. پیشنهاداتتان، نظریاتتان و همچنان سهمگیری شما عزیزا را و دوستانی که آرزو دارند در برنامه ها اشتراک کنند، صحبت کنند، نظر خود بگویند، مصاحبه کنند با ما، حاضر هستم که در خدمت شما باشم. از طریق فیسبوک نظریات شما را به اصطلاح انتظار دارم که بخوانم، برای من شریک بسازین، چی از طریق مسنجر است، چی از طریق خود صفحه آزاد فیسبوک است. ما در خدمت شما هستم. استودیوی دنیا در شهر اسن جرمنی از مدت بیش از 11 سال است که در 2007 به اصطلاح ما تأسیس کردیم این بر استودیو را و بنده بیش از 2.5 دهه است که در صحیح مطبوعات
خدمت کردیم و چی نوشتاری بوده و چی تصویری در شبکه‌های جهانی آریانا افغانستان از امریکا و همچنان پیام افغان ما برنامه مستقل داشتیم و به هر صورت برنامه افغانستان در میراق حوادث باز هم ادامه پیدا خواهد کرد و در خدمت شما خواهم بود تا برنامه آینده. خداوند یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.